سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. من جمشید چالنگی با شما هستم در تفسیر خبر از شبکه ایران فردا لندن. در ایران افزایش قیمت‌ها در آستانه نوروز ایرانی همچنان ادامه دارد. این در حالی است که نه در دولت محمود احمدی نژاد و نه در مجموعه حاکمیت فقیه کسی مسئولیت گرانی شب عید را نپذیرفته و به گزارش کارشناسان در همین دو عرصه، یعنی عرصه دولت و حاکمیت نیز تلاشی برای رفع گرانی دیده نمی شود. آن سوتر انتقادهای بلند پایگان حکومت از جمله احمد جنتی امام جمعه امروز تهران علیه آنچه محمود احمدی نژاد در باب رجعت هوگو چاوز گفته است ادامه دارد. همزمان کمک های تسلیحاتی تهران به حکومت بشار اسد در کشتار مخالفان حکومت وی در سوریه در جریان است. در همان حوالی منابع خبری از تنش میان سازمان فلسطینی حماس و دولت اخوان المسلمین مصر خبر می‌دهند و به گزارش منابع گوناگون پرزیدنت اوباما در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی گفته است ایران تا یک سال دیگر به بمب اتم دست نخواهد یافت. چه کسی مسئول گرانی در شب عید است؟ دولت احمدی نژاد یا مجموعه حاکمیت؟ اختلاف جناهای تشکیل دهنده حکومت ایران در مورد انتخابات بر سر چیست؟ چرا حکومت ایران بشار اسد را در کشتار مخالفان وی در سوریه یاری می‌دهد؟ این ابعاد نگرانی واشنگتن از دست یافتن جمهوری اسلامی به بمب اتمی تا کجاست؟ اینها و پرسش‌های دیگر در همین زمینه ها را در میان می‌گذاریم در استودیو با آقای دکتر علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن و در واشنگتن، آقای دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر که در پایتخت آمریکا است. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خوش اومده در این روزه. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، درود بر بینندگان ما به ویژه در خانه پدری. امروز جنتی، احمد جنتی در نماز جمعه صحبتهایی کردن. انتخابات ما میتونه باید الگویی باشه برای جهان. جدیست؟ چه الگویی؟ من آقای چالنگی گاهی اوقات پیش خودم فکر میکنم هر انسانی وقتی به خودش هم داره دروغ میگه یه حد و حدودی رو رعایت میکنه، مثلا داره خیال میکنه که شکارچی ماهریه، ولی یه لحظه یه جاهایی به خودش تأمل میکنه میگه نه من همچی ماهرم نیست. این آقای جنتی 80 سال سنشه، نفس نمیتونه بکشه، باید برانکار میارن، باید صندلی چرخدار میارن، میاد میشته تفنگو میگیره اینجور دروغ میگه، آدم میگه واقعا از آنچه که صفات حمیده اخلاقی است، آنچه حتی همه ادیان گفتن، ایشون بری و توهیه. شاید اعتقاد داره آقای نوزاده، یعنی فکر میکنه واقعا این انتخاب به دینش مذهبش از نگاهی که از اونجایی که اون نگاه میکنه همینه. واقعا آقای جنتی مثلا کجاها رو رفته دیده، انتخابات چیه در انگلستان، آمریکا، کشورهای آزاد، فکر میکنه خب انتخابات یعنی همین. اینو میدونن. ببینید آقای چالنگی راست میگید، یه وقت شما با جاهلانی روبرو هستید، اول انقلاب از خود امام خمینی گرفته تا بقیه، تصور میکردن اداره مملکت یه چوتکه است، این هم حاجی بازاری میندازن، خب اینقدر دخل داریم، اینقدر خرج، اینقدر واسمون میمونه. بعد که اومدن تو سیستم کشور دیدن چه نظام اداری پیشرفته‌ای داریم، چه موندن توش، و بعد که به مرور یاد گرفتن چیزی رو که در درجه اول یاد گرفتن دزدی و فساد بود. همین آقازاده آقای جنتی یکشون شد سفیر، روز اولی که رفت دولت مربوطه یک چمدون دلار آورد بهش داد و ایشون شد عامل اون دولت به جنگ نماینده ایران باشه. اون یکی آقازاده شون هم که خواننده شدن، حالا هر کاری شدن کاری نداره. این آقای جنتی به نظر من نمادی از دیکتاتوری و ضد دموکراسی بودنه. شما در انتخابات مجلس هفتم یادتونه چی کار کرد؟ در انتخابات مجلس هشتم چه کرد؟ در انتخابات ریاست جمهوری چه کرد؟ ایشون
انسانی است که آقای خامنه‌ای گذاشتتش اونجا و بهش گفته به فرمان من هر کیو میگم بنداز بیرون، بگو رد صلاحیت. من نمیدونم ارتباط ما با آقای سازگارا چون از طریق تلفن هستیم برقرار هست یا نه. متاسفانه ارتباط ما با بله خوشبختیم. بسیار خوب. آقای سازگارا از طریق تلفن با ما هستن. متاسفانه ما قول داده بودیم استودیو باشن که همچنان در تلاش هستیم. الان از طریق تلفن هستن چون کیفیت اسکایپ چندان رضایت بخش نبود. سلام به شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی، و من هم به سهم خودم عذرخواهی میکنم که با تلفن خدمتتون هستم و عذرخواهی میکنم از اینکه بعضی بیننده ها برای من نوشتن که برنامه سر وقت منظم پخش نمیشه، که ظاهرا آخرین هفته است و انشالله مشکلات رفع بشه. خب من از آقای نوری‌زاده میخوام همینجا هم تعهد میگیریم که هر چه سریعتر دارن این کارا رو میکنن. البته بچهای فنی بخشش دست بچهای اینجاست، بخشش دست شرکت‌های انتقال هست مثل خط تلفن ویرجین و بقیه جا هستن در تلاش هستن بیتی و بقیه‌اش. ولی بندم ضمن عرض ادب به جناب سازگارا خدمتشون میگم امیدوارم که دیگه ما بعد از گذراندن این دو هفته از هفته سوم دیگه این مشکلات رو نداشته. برگردیم به از ویرجین، برگردیم به آقای جنتی و انتخابات. آقای سازگار یه ورق قضیه رو ما همیشه توضیح دادیم که آقای جنتی این است، حکومت این است، آن است، فلان. منتها آیا این ارکستراسیون همش با همدیگه مطابق همدیگه نیست؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه از انتخابات اولیه از کنم خدمت تو، از همون زمان آقای بنی‌صدر بگیریم تا همین امروز، انتخابات گذشته همه اومدن گفتن خیلی خوب آقا جان، همه که میگم یعنی بسیاری از کسایی اینا اینجوری هستن، ولی خب بریم به نحوی شرکت کنیم، شاید این دفعه انشالله گربه است. همه کسانی که به نحوی، من نمیگم در انتخابات شرکت کنن، نه نکنن، همه کسانی از که به اصطلاح هیزومی زیر این دیگ گذاشتن مسئول نیستن از این وضعیتی که منجر شده به انتخاب بین و بین بد و بدتر در ایران. آقای سازگارم بله طبیعیه. ببینید قانون اساسی جمهوری اسلامی به گونه است که در واقع درش انتخابات واقعی نیست، بلکه یک کاریکاتور انتخابات هست، چون انتخاباتی که شورای نگهبان همه کاندیداها رو قبلا دستچین باید بکنه، ببره بده رهبر، رهبرم بگه این باشه اون نباشه، طبیعی است که و به همین دلیل هم ما نظام جمهوری اسلامی نظام دموکراسی نیست و یک انتخابات آزاد، یعنی انتخاباتی که ضوابط بین المللی درش رعایت شده باشه و مردم کسی رو که دلشون میخواد انتخاب بکنند میتونه راه حل کشور باشه، میتونه راهکاری باشه که حاکمیت مردم رو که یگان بدیل و جایگزین حاکمیت ولایت فقیه یا هر حکومت استبدادی هست در کشور جایگیر کنه. به همین دلیل مخالفین در واقع تلاش اصلیشون رو گذاشتن بر سر انتخابات آزاد و عادلانه. اما این رو هم آقای جلالی، یعنی مخالفینی که به اصطلاح مخالفین طیف مختلفی داره، خیلی هم موافق این نیستن، یعنی معتقد هستن که باید عرض کنم خدمتتون در انتخابات شرکت نکرد، اصلا از این رژیم نمیشه توقع انتخابات آزاد داشت، خیلی هم معتقدن باید این رژیم رو برانداخت حتی به طریق مسلحانه، سازمان هایی هستن مثل مجاهدین یا بقیه. بله من حالا به مسلحین کاری ندارم که خود دانند، ولی مخالفین دموکرات حکومت بالاتفاق صحبت از انتخابات آزادی می کنند که در چارچوب این نظام طبیعتا عملی نگهبان نباشه و کسانی که تغییر این قانون اساسی را در دستور دارن بتونن شرکت کنن. اما این ماجرا ماجرای روشنی است. تمام بحث از این به بعد شروع میشه که ما چگونه میتوانیم نظام ولایت فقیه رو وادار به عقب نشینی کنیم که تن بده به انتخابات آزاد و در واقع کنار بره، جای حاکمیت مردم بده.
این دومی صورت اصلی مسئله که چگونه میشه مبارزات مردم فشارهای بین المللی به اینجا برسه که چون این اتفاقی در واقع بیفته. این اون بحثی است که طبیعتاً کار جدی و اساسی است که جای دیگه دنیا هم شده ما هم باید بکنیم. بسیار خب، من نمیدونم صدای سازگارا قطع و وصل میشه کامل و درست شنیده میشه، این رو اتاق فرمان به من خبر خواهند داد، چون کلماتی بنده نمیشه دوبار دو کلمات مشکلی نداره. یعنی میشنم پس گوشی بنده مشکل داره. مخالفان دموکرات حکومت ایران کیا هستن؟ ببینید، ما الان در واقع سه طیف، سه مجموعه در میدان مبارزه راه حل مسالمت آمیز یعنی غیر خشونت آمیز رو انتخاب کردن. یه طیفش طیف طرفداران شاهزاده رضا پهلوی است. حالا اون مجموعه که مشروط خواهان هستن، حتی احزاب و گروه های دیگری هم هستن، اینا طرفدار ایشونه. یه مجموعه که مجموعه های نیروهای جمهوری خواه رو در بر میگیره که البته مشروط خواهان هم میتونن توشون باشن. طیفی که در واقع در استکهلم و بروکسل و پراگ برنامه‌اش رو دنبال کرد، یه طرحی ارائه داد. و سرانجام میرسیم به طیف سومی که باز مرکب از جمهوری خواهانی است که اونها هم بر این باورن که باید راه حل مسالمت آمیز رو در پی گرفت. به هر حال اون مجموعه‌ای که در واشنگتن هم جلسه داشتن و یه گروه های دیگه. اینو چقدر میتونیم بگیم این مخالفین هر سه طیفی که بردین اسپورت پایگاه دارن در میون مردم؟ منظور من اینه، آیا از یک جریانات مردمی میان و بیرون از ایران میان نمایندگی میکنن یا نه یک سری اصلا دور هم جمع شدن نظر طیفی و بعد یک حرفایی رو میزنن که مردم بشنون و اگر خوششون اومد پیروی کنن؟ ما در داخل ایران آیه چالنگی یک نظمی به عنوان اپوزیسیون نداریم. جبهه ملی که واقعا نفسش رو گرفتن و گروه های دیگر، گروه های چپ، همه رو خلاصه در ایران کسی رو نداریم. طرفداران مشروطیت هم که تجمعی ندارن. چیزایی که موندن به نظر من احزابی نیستن که بتونن مردم رو معرفی کنن، نمایندگی کنن. حتی مثلا یه گروه های قدیمی هم مثل پانیرانیستا به فرض در یه جایی ممکنه یه طرفداری داشته باشه. در نتیجه نمایندگی اپوزیسیون منتقل شده به خارج و چون در خارجه طیفایی که هستن، حتی به نظر من امروز مجاهدین هم دنبال راه حل مسلحانه نیستن، چون خل سلاح شدن، چون دیگه اسلحه‌ای ندارن، افرادشون هم توی کمپ ویکتوری هم. بنابراین راه انتخابات لیبرتی ببخشید، راه انتخابات آزاد راه مناسبی است، منتها به شرطن و شروطا. یعنی نمیشه گفت که انتخابات آزاد آقای خامنه‌ای هم به عنوان ولی فقیه باشه. نه، صحبت از اون لحظه است که رژیم در برابر یه میلیون مردم که تو خیابونن، در برابر فشار بین‌المللی به نقطه‌ای برسه که چاره‌ای جز برگزاری انتخابات آزاد نداشته باشه. شما اسد رو ببینید، از روز اول گفت با مخالفا حرف نمیزنه، امروز به نوعی داره التماس میکنه که با مخالفا حرف بعد از این نزدیک دو سال. بله، حالا کاری ندارم، میگم خب ایران هم ممکنه ما به یه همچین شرایطی برسیم. با مدلی که رژیم رفتار میکنه ممکنه رژیم هم دست به آدمکشی مفصل بزنه و متقابل و متقابل ناچر بشه. بله، و متقابل بشه. و به نقطه‌ای برسه که ببینه یگانه راه خروجش که حداقل بچه‌های آقای خامنه‌ای سالم برن اینه که انتخابات آزاد انجام بشه. این به اون مرحله نظارت میکنه. ولی الان رژیم نه انتخابات آزاد برگزار میکنه، نه به حرف من و شما توجهی داره، ولی شرایط بین‌المللی این رو میخواد. یعنی شما با هر کی صحبت میکنید، به محض اینکه میگین براندازی گوشاشو میبنده، به محض اینکه میگین انتخابات آزاد آماده است گفتگو کنه. بله، حالا چون اسپوردیت سازمان مجاهدین و بقیه سازمان های سیاسی که به این خط مش عرض کنم خدمتون تعلق ندارن یا هواداری نمی کنن، هر خط مشی دارن، امیدواریم بتونیم در برنامه هم داشته باشیم صحبت کنیم، نظراتی هست، پیشنهادهای تبادل نظر، مخالفین، موافقین و عرض کنم خدمتون چون نام برده شد. بله، عرض کنم خدمتون آقای سازگارا، شما به ما خواهید گفت خب در مجموع چه ضمانت‌هایی وجود داره؟ اومدن گفتن انتخابات آزاد، این ستیفی که بردیم نام بردیم، اومدن و گفتن بله خیلی خوب ناچار شد حکومت. چه ضمانت‌هایی وجود داره که همین حرفایی که امروز زده میشه
فردا اجرا بشه، به خصوص اینکه در میان سه طیفی که نام بردیم به نسبت‌های مختلف از کسانی هستند که به هر حال در مواردی با حکومت انقلابی ایران در دوره‌های مختلف همکاری داشتند. چه ضمانت‌هایی وجود داره؟ من با این تقسیم بندی های نوری‌زاده موافق نیستم. یعنی مخالفین حکومت ایران در این سه تا طیف فقط جا نمی‌گیرند و در واقع طیف گسترده تری ما در مخالفین داریم و اتفاقا بینش دموکراتیک هم این است که ما خطکشی های محدد مشخص یک و دو و سه و چهار نکنیم، یک طیف رو مخالفین رو بتونیم در یک کلیت و یک طیف ببینیم. ولی ببینید اونی که میگید که وقتی مبارزینی میخوان دموکراسی در کشور جایگزین بکنن چه ضمانتی هست که به حرفشون پایبند بمانند، گفت هم ترازو را ترازو راست کرد. اگر اساس کار شما بر حاکمیت مردم، صندوق رأی و نهادهای مدنی که پشتیبان صندوق رأی هستند باشه و اقتصاد آزادی که قدرت رو به مردم منتقل بکنه و قوه قضاییه مستقلی که برآمده از مردم باشه، اینها نکاتی است که مقوم قدرت مردم در صحنه سیاسی. اون وقت قدرت مردم وقتی اعمال بشه دیگه نگرانی از این نیست که یک نفر، دو نفر، پنج نفر، یک جریان یا یک جناح بخواهد که کلک بزنه یا حرفش رو عوض بکنه یا راه دیگه ای بره. مردم ابزار دارند که حاکمیت خودش عادلانه به تنهایی ضامن دموکراسی نیست، یک وسیله است برای رسیدن به دموکراسی، بلکه اقتصاد آزاد، رشد جامعه مدنی، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و قوه قضاییه مستقل ابزارهای دیگه‌ای هستند که دموکراسی رو پایدار می‌کنن و در واقع مردم از طریق اونها قدرت خودشون رو میتونند اعمال بکنن. ولی در عمل به هر حال در این جور جوامعی مثل ما که قدرت انحصاری 2500 سال دست کانون‌های اصلی حکومتی بوده و از توی اتاق انجام می شده و اقتصاد دست حکومت بوده و نیروی نظامی دستش بوده، طبیعی است که گزارش به دموکراسی یک پروسه، یک رونده و همه باید دست به دست بدن ازش مراقبت کنن به اونجا برسه. در انقلاب اسلامی هیچ کس تئوریش کسانی که در قدرت اومدن دموکراسی نبود و مخالفینشون هم اکثریتشون، یه محدودی رو بذاریم کنار، چپ ها، مجاهدین خلق، روحانیت، حزب توده، کسایی که دست به دست دادن، شاه و برانداختن، اومدن سر کار، هیچ کدومشون در اون مقطع تئوریشون دموکراسی نبود. خب کسانی مثل شما آقای اسلام‌دارا ببخشید عذر میخوام چون اسم میبرید، ببینید این جریاناتی بودن که در هیچ کدوم از سازمان‌هایی که شما اسم بردید نبودن، مثل خود شما و بقیه هم فکران شما. اونها در پی چی بودن؟ بسیار هم بودن. جوان آقای سازگارا فکر میکنم ارتباطشون با ما قطع شد، متاسف هستیم. آقای نوری‌زاده توضیح میخواستیم. ببینید آقای چالنگی، من اول یه نکته رو بگم. آقای سازگارا اشاره کردن به اینکه با این تقسیم بندی من مخالفن. ما وقتی از طیف صحبت میکنیم، بله، میلیون ها مردم ایران به دنبال طیف تحول آرام دموکراتیک هستند. ولی من دارم از هویت‌های خاص صحبت می‌کنم. شما غیر از این هویت‌های خاص در صحنه کیو دارید؟ اگه سه نفر دور هم جمع شدن، یه حزب درست کردن، بعد فردا هر کدوم انشعاب کردن، اون گفت مال من درسته، این گفت مال یه حزب چپ داریم، 16 تا شاخه شده. در حالی که کلش 500 نفر نیست. اینا رو نمیشه به عنوان طیف‌های مختلف بررسی کرد. مثلا ببخشید، آخه اینجوری که بگیم، مثلا خب ممکنه اون همون 15-16 نفر بیان بگن آقا مثلا جمعیتی که در پراگ جمع شد یا جای دیگه، اینا نماینده کی هستن؟ خب ببینید در اونجا شاخصهایی وجود داشت، افرادی بودن که
نماینده سازمان سیاسی بودن، نماینده حزب بودن، حزب دموکرات کردستان بود، حزب کومله بود، خب اینا احزاب شناخته شده هستن، نماینده جریان لیبرال بود، دانشجوها بودن، چهره هایی بودن که به عنوان چهره بودن که به عنوان جمهوری خواهان ملی شناخته شدن یا جمهوری خواهان اصولگرا. به هر حال توشون آدمایی بودن که اینا معرف یه جریان سیاسی هن. حالا الان چقدر این جریان سیاسی نفوذ داره اون مسئله جداگانه، ولی آدمایی بودن که دارای هویت های سیاسی مشخصی بودن. و من نه، بحث من اینه، ما صحبت از طیف اگه بخوایم بکنیم در ایران باید بگیم چهار تا طیف وجود داره: طرفدار جمهوری اسلامی، طرفدار سلطنت، طرفدار جمهوری خواهی و طرفدار هیچی منتظر که جریان بشه. والا اینا وقت در این طیفا شما دارید میگید شیوه هایی برای رسیدن به یک آینده بعد از جمهوری اسلامی مطرح میشه. یعنی جمهوری خب خیلی هم میخوان، یعنی مثلا ممکن خیلی هم سلطنت بخوان، خیلی هم مشروط خواهی بخوان، خیلی هم مشروطه بخوان، خیلی هم جمهوری میخوان. مثلا ما لباس رو من همیشه اینو میگم به دوستانم، میگم شما به جای اینکه دعوا بر سر سلطنت و جمهوری بکنید، محتوا رو بهش بچسبید، اون درون رو. واقعا ما درون را بنگریم و حال را. بیاید دموکراسی رو معنا کنید. اگر هر ایرانی دارای حاکمیت مساوی باشه، حاکمیت ملی باشه، وقت ما دیگه دعوایی نداریم بر سر اینکه شما مذهب چیه، نژادش چیه. مشکل ما با جمهوری ولایت فقیه اینه که جمهوری ولایت فقیه میگه این آقا نماینده خدا و امام زمانه که یه عده ملای دیگه کشفش کردن، هر چی هم اتفاق میفته حضرت آقا باید راضی باشه. این دیگه با اون شرف انسانی شما در تعارضه. مثلا چند روز قبل دم در مجلس تونس یه نماینده از حزب نهضت فرموده بودن که ختنه دختران ضروری است، چون خداوند مرد رو برتر آفریده و مرد باید متنعم بشه از زن بیشتر. این روایت خب این بیماران وقتی به قدرت میرسن که در کشور ما هم رسیدن، قوانینی وضع میکنن که ضد حاکمیت ملی است. من چون آقای سازگار نبودم فقط این اشاره رو بکنم. اجازه بده من بهشون بگم. بفرمایید، خواهش میکنم. آقای نورزاده گفتم ما این تعریف سه طیفی که شما خود ایشون گفتن بودن، سه تا طیف هست درسته؟ اصلا سه تا جریانه که ما میشناسیمشون، جریانایی که ما میشناسیم. صدای ما رو داریم؟ بله. باز متاسفانه باز قطع شده. خب ببینید آقای نوری‌زاده، یعنی مسئله ایران در یه وضعیتی است اونطور که خود شما میدونید اشاره کردید، که فقط این که آدم بشینه در جای بنده و شما و بقیه فقط صحبت اینه بکنیم که چه راه حلی، چه آینده ایران بهتره اگر دموکراسی بشه، اگر دستگاه قضایی این باشه، اگه این باشه، اگه این باشه، اگه این باشه، بنابراین ضامن رأی مردم، این تئوریه تهش. تا کجا الان واقعیت اینه، چطوری میشه رسید به یه همچین جریانی؟ یک حکومتی در ایران سر کاره که این حرفا حالش نیست، اومد تو خیابون حرفی زد گفت رأی من کو، اون بلا رو سرش میاره که اونجا افتاد. چجوری میشه یه همچین حکومتی رو وادار کرد که مثل حکومت بشار اسد؟ دو سال طول کشید، اینم کشته شد. اگر سازمان‌های سیاسی ما در بحث و فحص و گفتگوهاشون در نظر داشته باشن مردم رو در درجه اول، و اگر خطابشون متوجه مردم باشه به جای اینکه سر هم دیگر رو بتراشن و با هم درگیر باشن و پیامشون متوجه مردم باشه، خب پایگاه براشون ایجاد میشه. خانم آنسان سوچی که ذکرشو میکنیم چرا پایگاه پیدا کرد؟ برای اون مقاومتش، برای اون پیام شفاف و روشنش. اپوزیسیون ما دچار مشکلات اساسی است. یکی از بیماری هایی که اپوزیسیون گرفتارش است این بدگمانی و بدبینی نسبت به همه که تخمش جمهوری همین طیف های سگانه همه این تخم بدبینی که جمهوری اسلامی پاشیده، و الا سه جریان هر سه به دنبال انتخابات آزاد هستند و هر سه هم کم و بیش یه چیز میگن، یعنی میگن انتخابات آزادی که زیر نظر سازمان ملل یا مجامع بین المللی باشه، شورای نگهبان نباشه، ولی فقیه دخالت نکنه. خب چرا این سه جریان با هم نمیتونن متحد بشن، یا حداقل در یک ائتلاف موقت تا آزادی ایران؟ ببینید حدود 30 سال راجع به این اتحاد صحبت میشه. من مایل هستم در تفسیر خبر این ترم رو راجع به اپوزیسیون منحصرش نکنیم. بنده مثلا حزب کمونیست کارگری ایران ممکنه به طور ایدئولوژیک بنده بسیارم باش مخالف باشم،
تعدادی اعضا داره، هوادار داره، یه تشکیلاتی است مخالف جمهوری اسلامی هم هست، به نحوی جزء اپوزیسیون حساب میشه یا نمیشه؟ بله چرا میشه؟ یعنی این تعریفی شما وحدتی رو که میخواین داشته باشید بهش اشاره میکنید بین این سه طیف اپوزیسیون راست. بله، بلکه حزب کمونیست کارگری اولا به راه حل مسلحانه اعتقاد داره، در ثانی این حزب از جانب اکثریت مردم ایران همخوانی با اندیشه اونا نداره. یعنی خیلی ساده است دیگه، بنده و شما و آقای سازگارا و دیگران این راحت میتونیم بفهمیم. شما وقتی داری در دوران ورشکستگی اندیشه مارکسیسم استالینیست داری میای حرف اونا رو میزنی، خب نه نه آقا، بعد ما داریم مردم رو میگم شما بعد حرف میزنی مردم آقای... شما وقتی از حاکمیت ملی میگی مردم میفهمن، درسته، استقلال میگی مردم میفهمن، یعنی منظورم اینه شعارهایی باید باشه که مردم جذب بشه. نه عرض بنده اجازه بدیم، یه زمانی که نماینده حزب کمونیست کارگری هم داشتیم اونجا یه بحثی را میدادیم اونا جواب بدن. این منصفانه هستن، منصفانه نیست که شما به هر حال مدیر این تلویزیون هستین، یک طرف بگیم روز و تفاهم بشه دخالتی. به هر حال ما دعوت میکنیم اینجا از همه گروه ها سازمان ها بیان صحبت کنن، چه کسانی که با عرض کنم موضوعات این برنامه موافقن و چه کسانی که کاملا مخالف هستن در تفسیر خبر. خب آقای سازگارا، صحبت شما رو میشنویم، ادامه این صحبت رو امیدوارم صحبت های نورزاده شنده باشیم، بعید میدونم، حرف شما رو میشنم که چطور میشه سرانجام این یک ایده است، یک هدفه که امیدواریم روزی بشه ایران چنین بشه و دادگستری مستقل، قدرتمند، حافظ رأی مردم، همه اینا بشه، اما چطور واقعا میشه رسید؟ اگر بعد دو سال رژیم اسد ناچار شد بشینه مذاکره کنه یا پیشنهاد مذاکره داد اونم مشروط، ولی این حکومت ایران رو که رأی من کوب با گلوله جواب داده، چطور میشه وادارش کرد؟ شیوه ها رو از نظر شما های نورزاده میگن اگر متحد بشن اپوزیسیون راسته ایران. متاسفانه صدای شما قطع و وصل میشه، اگر سوالتون رو درست فهمیده باشم چون کمی بریدگی داره، این است که چگونه در واقع میشود دیکتاتور رو شکست داد و میشود که مستبد ایران آقای خامنه ای رو از میدان بیرونش کرد. ببینید در دنیا حداقل در 30-40 سال گذشته حداقل 6 روش اتفاق افتاده، 6 مدل میشه گفت اتفاق افتاده که دیکتاتورها کنار رفتن، امثال مارکوس، پینوشه، خورخ ویدلا، امثال میلوسوویچ و دیگران، یا یاروزلسکی در لهستان که با تاکتیک های مقاومت مدنی مردم، فشار جامعه بین المللی، ایجاد اختلاف در حکومت ها، گاهی چند مرحله ای، گاهی یک مرحله ای، سرانجام دیکتاتورها تسلیم شدند و چاره ای جز تسلیم به خواست ملت نداشتند و در واقع کیش مات شدند. مهم اینه به نظر من که دو مدل شناخته شده ای که در ذهن مخالفین ایرانی متاسفانه بیرون از این دو مدل من چیزی ندیدم باشه، بپذیریم که بیرون از این مدل ها هم مدل های دیگه هست. دو مدلی که من دیدم عمدتا در ذهن مخالفین جمهوری اسلامی هست، یا مدل خود انقلاب اسلامی ایران، مدل فروپاشی رژیم، و خیلی ها دنبال اینن که خیلی خوب انگار مفروض است که این رژیم فرو میپاشه، ما حالا بریم بشیم آلترناتیو، ما چجوری خودمون رو درست کنیم بریم بعدا جاش بشینیم، که ساده انگارانه است و این مدل الزاماً کار نمیکنه. یا مدل که از روی شوروی تقلید شده، بیشتر مدل اصلاح طلبای حکومتی و داخل ایران که فکر میکنن ماشین دموکراسی فقط از نخبگان حکومتی حرکت میکنه و یه بار همین تست شده در جنبش اصلاحات و این مدل هم کار نکرده. اما غیر از این دو مدل، مدل های دیگری هم هست که در دنیا اتفاق افتاده، مدل هایی که خیلی هاش
با انتخابات حرکت کرده، بعضیش مثل آفریقای جنوبی فشار بین‌المللی خیلی کارساز بوده و تحریم هایی که بیزنس های کسب و کارهای سفید پوستا رو کردن، بعضی هاش مثل شیلی در واقع مدل هایی بوده که با یک نوع محاصره مدنی و فشار حقوق بشری حرکت چندین گام جلو رفته که حالا فرصت تطویلش نیست. ولی به هر حال میخوام بگم تجربه مبارزات مدنی در دنیا کارنامه‌ای بسیار درخشانتر از کارنامه مبارزات خشونت بار داره و دیکتاتورها رو توانسته در فواصلی کوتاه‌تر و مطمئن‌تر عقب برونه و دموکراسی جایگزین. بله اجازه بدیم یک مدل، شما وقتی مدل فروپاشی رو میگید یعنی اینکه دیدم همونطور که اشاره کردید منتظر هستن این رژیم فرو بپاشه جاشون بشینه، اینو اشاره کردید درسته؟ یعنی بله عرض کردم مدل فروپاشی رژیم ها که خود انقلاب اسلامی ایران یکی از بهترین ها مثال هاش هستش در تاریخ. نه انقلاب اسلامی رو اجازه بدید، این مدل الزامن و یا مدل به اصطلاح رژیم تغییر بکنن رژیم قبلی ایران مدل های دیگه هم هست. یک مدل دیگه از مدل براندازی گروه ها سازمان هایی هستن میگن نخیر ما در انتظار فروپاشی نیستیم، ما اقدام میکنیم برای برانداختن این رژیم. و اتفاقا انقلاب اسلامی که شما اسم میبرید اشاره میکنید یکی از روشنترین مدل های چی میگن مبارزات مدنی بود نبود؟ بله ببینید عرض من اتفاقا همینه، براندازی روش های مختلفی که در تاکتیک های مقاومت مدنی هست، عرض من این بود که در مسیر پیروزی مدل های مختلفی رو داشتن. مدلی که رژیم بپاشه از همدیگه در مقابل مقاومت مدنی مردم یک مدل بوده، مدل های کشورهای دیگه گاهی پیچ و تاب های مختلف و متعدد اشاره من آقای سازگارم ناشارم قطع کنم چون حرف بنده رو درست نتونستم توضیح بدم. ببینید در درون مبارزات مدنی مثل خود انقلاب اسلامی ایران هم میتونه یه دیکتاتوری به وجود بیاد کما اینکه اومد صد در صد، یعنی تمام اینکه الان مردم مصر در آستانه کشمکش با دیکتاتوری هستن. ببینید حرف اینه دموکراسی برانداختن نظام استبدادی یک کاره که باید انجام داد، اما دموکراتیزیشن مسیری که کشور رو ببرید و دموکراسی جایگزین بشه، خیالتون راحت باشه که مثل امریکا یا مثل انگلیس یا فرانسه مثل دموکراسی های جا افتاده استبداد بر نمیگرده، دیکتاتوری باز تولید نمیشه مثل اتفاقی که در انقلاب اسلامی افتاد، اون یه کار دیگه است، اون یه پروسه است، اون از مسیری میگذره که اقتصاد خصوصی میخواد، نهادهای مدنی میخواد، مطبوعات آزاد میخواد، قوه قضاییه مستقل میخواد و مداومت میخواد، یه پروسه‌ای که ممکن چندین سال طول بکشه. ولی قدم اول شما بخواید نظام استبدادی که سر راه ایستاده از مسیر بردارید، کنارش بگذارید و حداقل یه قانون اساسی دموکراتیک بنویسید تا بعد مسیر دموکراتیزیشن رو طی بکنید، این با مقاومت مدنی کارایی خیلی بیشتر از مقاومت مسلحانه است و شانس برآمدن دموکراسی هم توش بیشتره. آقای نوری‌زاده بفرمایید، بعد من یه سوال دارم راجع به انتخابات پیشه. من میگم چون راجع به انقلاب ایران صحبت کردید، ببینید انقلاب ایران درسته آغازش یه جنبش مدنی بود، ولی انقلاب ایران به این دلیل پیروز نشد که جنبش مدنی به پیروزی رسید، خیر، انقلاب ایران به این دلیل پیروز شد که نظام توان آدم کشی و جلوی مردم ایستادن رو نداشت، شاه نمیتونست آدم بکشه خیلی راحت، و مسئله دوم این بود که این طرف نیروی مسلح اومد به میدون، شما دکتر بختیار به این آسانی تسلیم نمیشد، وجود همافرای مسلح، وجود چریکا، نه عمل اینا... نکردن آقای نوری‌زاده، یعنی در اثر یه درگیری نظامی که حکومت سقوط نکرد، به قول شما حکومت دست به اسلحه نبرد، در همین میگم بعد اونجا حالا ارتش تسلیم شد. شما چنین چیزی رو در جمهوری اسلامی نخواهید دید. جمهوری اسلامی بس بر سر همینه من... آره ببینید میخوام بگم جمهوری اسلامی نظامی نیست
که از کشتن ابا کنه. امروز داره مردم سوریه را قتل عام میکنه، فردا مردم ایران. سید علی خامنه ای در برابر خدا نگرانی نداره، نماینده امام زمانه. ببینید اینو تو برنامه‌تون می‌فرمایید، الان نه بحث ما با آقای سازگاره یه چیز درست همینه که شما میگید، یعنی بس بستر اینه که این حکومت اون حکومت نیست. بعد دقیقاً درسته. بنابراین اگر به قول شما حکومت شاه دست به اسلحه میبرد، درگیری نظامی ایجاد میشد. درسته. در این حکومت هم حکومت پیشین ایران نیستش که عقب نشینی کنه، بذاره شاه مملکت بره و هر چیز دیگه چه خواهد شد؟ اون موقع شیوه مدنی کارساز خواهد. حالا برجو میگم آقای خامنه‌ای آدم بسیار ترسویه، در جریان 18 تیر نشون داد، جریان جنبش سبز نشون داد، همین آقایون قلتش و دیوانای سپاه بودن که نگرش داشتن، ولی آقای خامنه‌ای هم سوار میشد میرفت لواسان. ایشون آقای خامنه‌ای آدم ترسویه، اگر 1,000,000 آدم تو خیابون باشه ثابت بیسته، ممکنه اینا بیان تیراندازی بکنن 10 نفر رو بکشن، اما اگه این 1,000,000 پایدار در خیابان باشه بماند شعار بده، آقای خامنه‌ای فرار میکنه. اسد هم نیست، تنها جایی که براش مونه مسکوه، جای دیگه نمیتونه. مگه نبود 3,000,000 جانم؟ 3,000,000 در انتخابات، 1,000,000 چه جوری بودن آقا قربون؟ آقای چالنگی وقتی اومدن ما خودمون اون روزا رو با هم زندگی کردیم، بنده آقای سازگارام خیلی در خدمت شما بودیم و میدیدیم مردم بودن، مردم رهبری نداشتن. آقای اینه که من میگم اپوزیسیون اول باید بیاد یه ایجاد یه رهبری بکنه. این اپوزیسیونی که همه یه حرفو میزنن ولی دوست ندارن با هم بشینن، این برای من معماست و معماسی. خب آقای سازگارا برگردیم به یک بحث دیگه در ارتباط با همین هست، چون بحث میتونه خیلی طولانی تر از وقت برنامه ما باشه. خیلی از مردم، خیلی از اپوزیسیون این سوال رو مطرح میکنن که این ضریب تحمل مردم ایران در برابر وضعیت اقتصادی موجود از کجا ناشی میشه؟ این همه فشار هست، این همه روی مردم هست، آیا مردم در تدارک هستن که در فرصت مناسب کاری انجام بدن یا نه اونطور که مسئولان میگن تحمل میکنن برای اینکه به خاطر علاقه ای که به حکومت دارن؟ کدوم هست؟ ببینید من فقط یک جمله رو عرض کنم، قصاب‌های آدمکشی مثل بشار اسد یا مثل آقای خامنه‌ای تو دنیا تنها نبودن. خورخه ویدلا در آرژانتین 36,000 نفر مفقود شدن، یعنی مخالفین رو فقط نمی کشت یا زندان نمی کرد، می دوزیدن مفقود الاسد که سر به نیست می کردن. یا حکومت استالین 6,000,000 به روایتی 12,000,000 از مخالفینش رو کشت و کمونیستا در خونریزی اصلا کم نداشتن. باز من فکر می‌کنم ارتباط خب بله این یه بحثی است که البته میشه ادامهش داد. آقای استالین بسیاری کشت ولی بلا فاصله هم از بین نرفت، چندین دهه طول کشید تا آقای استالین رفت. بله چشماتشون بکنه. اما برگردم به سوال بخشی از صحبت‌های آقای شما رو نمیدونم شنیدن یا نشنیدن بینندگان ما. بله عرض کردم هنر مبارزین مدنی این است که این قصاب‌های آدمکش رو نمیخوان به وجدانشون متوسل بشن که یه روزی وجدانشون شرمگین شه خجالت بکشن. اینا اگر شرمی داشتن وجدان داشتن که دیکتاتور نمیشدن. هنر این است که در عمل شکستشون میدن، در عمل سازمان‌های پشتیبان اونها رو از هم متلاشی میکنن، در مردم حلشون میکنن، در عمل اختلاف توشون میندازن، در عمل با فلج کردن دستگاه حکومت مردم رو بسیج میکنن و اونها رو کنار میذارن. به هر حال برگردم به سوال شما. ببینید مشکل اقتصادی روزافزون فزاینده است و تورم و بیکاری دو وجه مشکل اقتصادی ما، یعنی رکود تورمی که گریبان کشور رو گرفته، استگفلیشن به قول اقتصاددانان، مطمئنن روز به روز بد میشه. اما مردم چه زمانی ممکن است که از کوره به اصطلاح در برند و دست به شورش های معروف به شورش نان بزنند؟ و یا آیا این روند الزاماً به سرنگونی دیکتاتور منجر میشه؟ به نظر من پاسخ منفیه. نه، به تنهایی مشکل اقتصادی
در کشورها فقر به تنهایی عامل مقاومت مدنی و مبارزه و پیروزی نیست، مگر اینکه همراه بشه با تدابیر دیگه، سازمانهای دیگه، سازماندهیهای دیگه، تاکتیکهای دیگه و روشهای دیگه که یک مجموعه با همدیگه اگر حرکت کنه، اون وقت فشار اقتصادی و فقر به عنوان یک موتور محرک خیلی نیرومند میتواند به خصوص طبقات فرودست رو در کنار طبقه متوسط که خواست آزادی رو مطرح میکنه بنشونه و به پیروزی برسه. خب آقای نورزاده، در این برخوردی که هست به نظر میاد شواهد هست این هم بیش از 30 سال که سنت های ملی هم به یک ابزاری تبدیل شده در دست مردم، یه سلاح یا هر چیزی، سنگر، سپر، هر چه که هست، مثل چهارشنبه سوری هفته آینده است. بله بله، ما هم اینجا میگیریم دیگه لابد. حتما از کنم. و به همین دلیل است که حکومت ایران باش مخالفه، یا بخش بزرگی. نه بله بله، طبیعتا اینا از روز اول هم همینطور بودن. یادتونه که آقای خمینی اومدن ما عید نداریم، بعدم آقای مطهری اون فرمایشاتی که دفعه پیش لطف کردید پخش کردید فرموده بودن، و آقای خمینی که گفتن ما عید نداریم، مرحوم مهندس بازرگان گفت نه داریم، خوبش هم داریم، کچلوار سفید پوشت و کراوات و مراسم سلام انجام دادن. اصولا ببینید آقای چالنگی، نظام جمهوری ولایت فقیه دشمن هر آن چیزی است که ایرانی است، چون در برابر اون رنگ میبازه، در برابر فردوسی زبانش لال میشه، در برابر فرهنگ کهن ایران زبانش بند میاد، تخت جمشید مثل خار تو چشمش میره، طاق بیستون و طاق کسرا و نمیدونم مسجد لطف الله، حتی نمیدونم مسجد شاه اصفهان، میدان نقش جهان، بیستون، چل، هر چیزی که طبع فرهنگی ایرانی را آشکار میکنه اینا باش دشمنه. مثلا اومده بودن دشمنی میکردن با نقاشی ها، و یادشون نبود که ارباب اصلیشون صفویه چقدر به هنر و تصحیب و نقاشی میپرداختن. میگم یک آدمایی بودن به قول مرحوم آیت الله شریعت مداری میگفت اینایی که تو الان میبینی رئیس دادگان، دادستانن، غیرن، اینا آخوندهای دوریالی بودن. به قول استاد مهدوی دامغانی، در میان اینا یک آدم با معرفت که دارای دانشی باشه مثل مرحوم علامه طباطبایی باشه، امام موسی صد، علامه صد، یعنی اینا از این آخوندهای دوریالی بودن که بالای منبر یه تومنی آقای ناطق نوری 5 تومن میگیره میره منبر. خب آقای نوری زاده، بینی و بین الله، همین آخوندهای به قول شما دوریالی و بقیه اومدن از روشن فکرها، از نویسندگان رو استفاده کردن، به قدرت رسیدن. خامل. درسته؟ حالا چه ضمانتی وجود داره که آخوندهای مثلا 5 ریالی کسایی که هستن به خود شیکتر، بهتر، مثل آقای خاتمی یا بقیه اعوان و انصارشون که به خارج از کشور اومده، نه ببینید اینا این بار اینا هم استفاده نکنه؟ شما میگید حکومت سکولار، وقتی جدایی دین از حکومت مطرح میشه، یعنی اگر آقای خاتمی هم یه روز خواست بختشو در حکومت بیازماید، به قول عیاد جمال الدین دوست مشترکمون، کتاب قرآن رو میذاره پشت در مجلس، روح القوانین مونتسکیو رو میبره. ولی آقای خاتمی که این کار نکرد. نه دارم میگم در روز زمانی که نظام سکولار داشت. نه من حرف من یه چیز دیگه است. من میگم همین الان قبل از اینکه به اونجا برسیم، همین آخوندهای 5 ریالی مثل جریان سبز در بیرون از کشور، بسیاری از همین افراد سه جریانی که اسم بودیم و جریانهای دیگه حمایت کردن از کسانی مثل آقای موسوی و الان هم میکنه. بله، بنده در اون زمان خودم از آقای موسوی حمایت میکردم، به یه دلیل، به دلیلی که آقای موسوی نمادی شده بود، ولی زمانی که آقای موسوی گفت که بازگشت به اصل طلایی امام، دیگه ما متوقف کردیم. یعنی آقای موسوی هدفش رو روشن کرد، تا یه جا با هم مشترک میرفتیم جلو، مسیرمون با هم یکی بود. حتی آقای موسوی گوش میکرد، میگفتی راجع به حقوق اقلیت ها بگو، میگفت. ولی اونجایی که این مسئله عصر طلایی امام رو گفت، عصری که من جز سیاهی و کشتار و قتل ازش به یاد ندارم، ما دیگه متوقف کردیم. خب آقای سازگارا، این حکومتی در شرایطی که ایران از این مرحله میگذره به اونجایی که شما اشاره کردید، میرسه به یک دموکراسی که بخشی از صفاتش رو شما گفتین،
چه سیاستی رو به نظر شما باید در ارتباط با جهان آزاد در پیش بگیری که به نفع مردم ایران باشه برخلاف وضعیت موجود؟ ببینید تهش در واقع این است که یکی از اصلی ترین ستونهای فکری نظام جمهوری اسلامی این است که پشت به دنیای مدرنه. برای خودش تصورش این است که رسالت تاریخی داره که با دنیای مدرن بجنگه و یک چیزی که فکر میکنه اسلامه بیاره جایگزینش بکنه و گلستون میشه و در واقع یک یوتوپیا و مدینه فاضله به این شکل بسازه. این تصور بنیانی عامل بخش بزرگی از نابسامانی هایی است که ما در کشورمون داریم، یعنی نظامی که از این رهگذر به نفی دستاوردهای بشریت در چهار قرن گذشته رسیده و خیلی اوقات چرخ رو رفته از نو اختراع کرده، اون هم به شکل مسخره. مهمترین نکته این است که حکومت برآمده از مردم باید حکومتی باشه که برگرده به شعار اصلی انقلاب مشروطه، یعنی رو کردن به دنیای مدرن، آشتی کردن با دنیای مدرن، استفاده از دستاوردهای دنیای مدرن و در نهایت عقل مدرن و علم مدرن. و به این دلیل حکومتی که بخواهد با دنیای مدرن آشتی کنه، ایران رو مدرن بکنه، صنعت و تکنولوژی مدرن رو جایگزین کنه، روابط رو بر اساس دنیای مدرن بسازه، اون وقت محتاج دوستی با دنیاست، محتاج همکاری با دنیاست و محتاج این است که به جای شاخشونه کشیدن و تروریست فرستادن به دنیا و به هم زدن نظمی که در دنیا داره میچرخه، میره و با این دنیا همکاری میکنه. یعنی در یک جمله میشه گفت به جای کره شمالی شدن که آقای خامنه‌ای میخواد کشور رو ببره، در بسته و تحریم شده و فقیر و بدبخت، میره و کره جنوبی میشه با اقتصاد باز، با سرمایه گذاری بین المللی، با همکاری های فنی و تکنولوژی. حاصلش هم بعد از 60 سال این میشه کره شمالی با 20 میلیون جمعیت 40 میلیارد دلار تولید ناخالص ملیشه، کره جنوبی با 40 میلیون جمعیت بیش از 1000 میلیارد دلار تولید ناخالص ملیش میشه و مردم سیر و شادابی داره. همین همسایگی ما هم به نظر من کشوری که خیلی خیلی با ما قابل مقایسه است، چون خیلی پیشینه های مشترک داریم. ما با ترکیه جمهوری اسلامی سیاست پشت کردن به دنیای مدرن، در بسته و دعوا با دنیا رو انتخاب کرده و به دنبال سراب حاکم کردن احکام فقهی. ترکیه یک حکومت به هر حال سکولاری داشته و خواسته با دنیا کار بکنه، نتیجهش این شده بعد از 33 سال اندازه که میگیریم ترکیه بدون نفت بیش از 150 میلیارد دلار صادرات داره. ما با نفتمونم به عدد 100 میلیارد نمیرسیم حتی اگر تحریم نباشه و دائما هم داریم نزول میکنیم، در حالی که ترکیه رو بسیار از قرار خیلی تونم ممنون. به هر حال آقای نوری‌زاده، این در همچین شرایطی هست که به هر حال حکومت ایران میگه آقا ما از همه جانب زیر فشار هستیم، ما میخوام یه وضعیت ملی داشته باشیم، خودمون بس سرنوشتمون حاکم باشیم. از روز اول خمینی گفت و همراهانش همه تا امروز تو همین چارچوب هم داره به سوریه حکومت میکنه، کمک میکنه، به سود مردم ایران هست واقعا. خیلی ببینید آقای چالنگی، آقای خامنه ای داره اون اطوارهایی رو در میاره که فیدل کاسترو در آغاز دهه 60 در میورد و کوبا رو منزوی کرد. منتها فیدل کاسترو یه تکیه‌گاهی مثل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی داشت، اون خیلی فرق میکرد تا امروز که اینا میخوان به روسیه تکیه کنن که اولا ثابت کرده در هر جا لازم باشه یاران خود رو قربانی میکنه. یعنی این حالا در مورد اسد هم ببینید کی آقایون دست از حمایتش برمیدارن. بعد قدرت و قوتی نداره جمهوری اسلامی که بتواند با
با دنیا سر جنگ باشه. سیدعلی خامنه ای میخواد بگه آقا دنیا دو قدرته، یکی آمریکا یکی من، میخواد اینو بگه. یا دست کم تو منطقه داره اینو میگه، نمیگه بله یکی آمریکا یکی من، من هستم. اگه آمریکا اومده توی خلیج فارس منم میرم در ونزوئلا. این اطوارهای بچگانه ای که جز مصیبت برای ما نیاورده، درآمد ملیمون رو صرف کارهایی کردن. همین چند روز پیش آقای موسی ابو مرزوق رفت تهران، نفر دوم حماس. جمهوری اسلامی داره پول میده تقویتش میکنه که این بشه جای خالد مشعل رئیس حماس. حماسی که در تمام این سالها یک بار یه زنده باد خامنه ای نگفته، اما نخست وزیر ترکیه رو به عنوان قهرمان ملی سال انتخاب کرده. ولی آقای نوری‌زاده همین حکومت ایران در عراق دست بالا رو داره کم و بیش. نفرت مردم رو چی میگه؟ مردم به جای خودش. من میگم توی معادلات سیاسی در این دست اونجا بالا دولت عراق الان زیر شما فکر کنید جمهوری اسلامی. فکر کنید آقای نوری المالکی 30% از مردم کشور عراق اهل سنت. بله. 16-17% کردا، اینا مخالفن. کردایی که عاشق ایران بودن امروز متنفرن از جمهوری اسلامی. اهل سنت متنفرن، مسیحی‌ها، ایزدی‌ها و بقیه. بنابراین حالا یه بخش اندکی از شیعیان این چیزی که از سوی بسیاری از ناظران یک جوری چی میگن، یکی به نعل یکی به میخ تعبیر میشه، سیاست دولت کنونی آمریکا اوباما بسیار سیاست غلطی. این ناشی از چیه؟ آیا ناشی از این نیستش که جمهوری اسلامی در عراق نفوذ داره، در قضیه فلسطین نفوذ داره، اینا نیست یا چیه؟ پایش کجاست؟ امریکا اصلا سیاست نداره. یعنی امریکا سیاستی نداره در برابر جمهوری اسلامی. صبح وزیر خارجش یه حرف میزنه، بعد از ظهر وزیر دفاعش تهدید میکنه. شما همین مصاحبه اخیر آقای اوباما با کانال 2 اسرائیل، این مصاحبه رو دقیق دنبال کنید. ببینید آقای اوباما در تای قضیه چی میگه. میگه ما داریم منو وقت میدیم به جمهوری اسلامی تا قبل از تا نوامبر آینده تا مثلا اکتبر آینده که ببینیم چیکار میکنن. جمهوری اسلامی همین رو میخواد. خب تا اون وقت یه بحران دیگه در منطقه درست شده یا در جهان درست شده، یمن، بحرین، غیره، که آمریکا دل مشغول اون میشه. بسیار آمریکا سیاست غلطی داره. آقای اوباما آمریکا رو تبدیل کرد به یه قدرت درجه 3 و جمهوری اسلامی هم از این داره استفاده میکنه. خب آقای سازگارا خیلی کوتاه اگه بفرمایید، چون تلفنم قطع میشه و بعدم وقتمون کم، این که در یه همچین مسیری مردم ایران برای رسیدن به اون آینده ایدئالی که به هر حال سفره محترمی جلوشون باشه شب عید، تا چند اندازه میتونه روی نیروی خارجی حساب کنه و تا چند اندازه روی خودش، ضرب المثل قدیمی خود ایرانی که اصلا خارت پشت من، 100% باید روی خودش حساب کنه. تغییر رژیم ایران انحصاراً وظیفه ملت ایرانه، اما تغییر رفتار این رژیم نسبت به مردم موضوعی است که جامعه جهانی میتواند کمک بکنه، آنچنان که در خیلی جاهای دنیا، در بلوک شرق، در آفریقای جنوبی، در آمریکای لاتین، در فیلیپین، در برمه مثال اخیرش، جامعه جهانی کمک کرده، رژیم های دیکتاتوری رفتارشون تعدیل شده و فضای بازتری برای مردم ایجاد شده. ولی این انحصاراً مردم ایران هستند که باید حرکت بکنند و وظیفه مردم هم هست. هیچ قدرت خارجی هم حق نداره در تغییر رژیم یا تعیین اون در ایران دخالتی بکنه در هیچ جهتی. به هر حال جامعه جهانی الان بهترین کمکی که میتونه بکنه این است که در بین دو تا فشاری که بالا سر حکومت ایران هست، یکی تهدید جنگ، یکی تحریم، که این چنین به زندگی روزمره مردم هم فشار میاره، نکته سومی هست و اون فشار روی انتخابات آزاد، دموکراسی و حقوق بشر در ایرانه. کاری که در صربستان هم سابقه داره، در آفریقای جنوبی هم سابقه داره، در لهستان هم سابقه داره. این اون نکته ایست که جامعه جهانی میتواند چون این نقشی رو بازی بکنه و فشارهای روی حکومت ایران رو معطوف بکنه به خواست مردم ما که دموکراسی و حقوق بشره. این
البته بیش از این که جامعه جهانی هم بخواد کاری بکنه، هنر مخالفین به خصوص در خارج از ایرانه که بتوانند با تشکیل کمیته های مدنی، با استفاده از ظرفیت های مردمی در این قبیل کشورها، دولت هاشون رو وادار بکنن به اینکه به این مسیرها برن، آنچنان که باز مبارزین خیلی کشورها این کار رو کردن. خب آقای نوروزاده، صحبت آقای ابو مرزوق شد و حماس، اتفاقا بعد نیست تو مقدمه اشاره کردیم، دولت اخوان المسلمین و حماس الان گرفتاری با هم پیدا کردن، خب در جریان هستین. خیلی حتی آقای اسماعیل هنیه گفته بود، گفته بود خدا پدر مبارک رو بیاموزه، مردم غزه رو نذاشت از گشنگی بمیرن، منظورش این تونل ها بود دیگه، برای بینندگان توضیح میدیم. چرا اختلافشون سر چی هست؟ یعنی چرا برخلاف انتظار خیلی ها اخوان المسلمین در مصر؟ ببینید، اخوان المسلمین با همه کارهای خطایی که میکنن، تکیگاهشون روی حمایت امریکاست. دیدید وزیر خارجه آمریکا رفت اونجا به اپوزیسیون گفت دست برداریم بیاین در انتخابات شرکت کنید. یعنی آمریکا با اخوان المسلمین یک پیمانی با هم بستن و از این جنبش اخوان، تصور آمریکا هم اینه که اخوان المسلمین چون کرواتیان در برابر اون سلفی های ریش و خیرت شاطر و غیره میتوانن براشون یه آلترناتیو مناسب باشه. چون اخوان المسلمین تکیهشون روی آمریکاست، برای کسب رضایت آمریکا اجازه نمیدن خطری متوجه اسرائیل بشه، و دوم این تونل هایی رو که در خان یونس و در رفح و غیره هست میبندن، بلاک میکنن، و در نتیجه حماس که شادی میکرد و رقص کنان از آمدن اخوان المسلمین، متوجه شده که نه، همون مبارک خیلی بهتر بود، چون اون مبارک استقلال داشت و جاهایی به آمریکا نمیگفت. یعنی یک جور اخوان المسلمین با اونطور که شما گفتید متحد در برابر آمریکا و معالن به هر حال در مسیر اون چه که اسرائیل ممکنه مایل باشه، دولت های مسلم هم میتونه. خب این عرض کنم خدمتون، یه همچین ارتباطی تا چه اندازه میتونه در منطقه مؤثر باشه؟ یعنی یک دولت مصر در یه همچین ارتباطی است با آمریکا، تا چه اندازه میتونه در اوضاع منطقه مؤثر باشه این رابطه؟ بسیار جالب. اگر آمریکا ادامه بده این حمایت رو از اسلامی ها، طبیعتا اینا رو تقویت میکنه برای سلطه یافتن در بقیه جاها، و به نظر من اسلامی ها خودشون رو به قول بچه های جوون ما در ایران فشل کردن، یعنی با عملکرد و رفتارشون کاری کردن که امروز مردم مصر میگن از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرمودم و مبارک خودمون رو برگردن. مرحمت فرمودم مبارک ما رو برگردن. آقای سازگار، واقعا کمتر دو دقیقه داریم، این سیاستی که آقای نوریزاده اشاره کردن آمریکا احتمالا در پیش گرفته یا گرفته، یک دقیقه وقت داریم، ممکنه شامل اپوزیسیون ایران هم بشه؟ یعنی یک زمانی اخوان المسلمین، جامعه جهانی فکر کنه یک اخوان المسلمین کرواتی رو باید مثلا در ایران هم حمایت کرد یا نه؟ بستگی به صحنه بازی در ایران داره. امریکا که قادر مطلق نیست، که امریکا در اون زمینه که نقشش هست که کار نمیتونه بکنه. امریکا به هر حال مثل هر کشور دیگه منافع خودش رو نگاه میکنه و ضرب و تقسیمهای خودش رو داره، ولی من فکر میکنم صحنه سیاست ایران، تعادل نیروها در عرصه سیاسی ایران، هر اگر درست حرکت بکنه، امریکا هم چاره ای نخواهد داشت جز اینکه از نیروهای دموکرات ایران پشتیبانی بکنه و بداند که آنچه که در ایران میگذره حاکمیت مردم مهرش روش خورده. من یک جمله هم عرض بکنم، فقط یک جمله برای اینکه به من دارن فشم. بفهم. بله، من با آقای نوریزاده یک مخالفتی بکنم، و اون این است که امثال آقای مهندس موسوی یا دیگران هیچ مشکلی نداره که عقیدهشون یک چیزیست و بگن، مادامی که حاکمیت صندوق رأی و خواست عموم مردم رو گردن گذاشته باشن. بنابراین
بنده ای که میگم قانون اساسی عوض شه، آقای نوریزاده که میگم بعد عوض شه، و آقای موسوی که بسیار خیلی ممنون آقای احسان. نوریم روی صندوق رای هرچی مردم گفتن. اشکال شما آقای نوریزاده اینه که میذارید نمون دقیقه آخر برنامه ما یهو از آنتن پرت میشیم بیرون، مخالفتاتون رو اونجا میکنید. متاسفانه به آخر برنامه رسیم. برنامه آینده حتما همش سراسر مخالفت خواهد بود هر دو مهمان. با سپاس بسیار از شما، از آقای سازگارای گرامی، با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و الوند، کو و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش باد.